از تبریز داریم میایم تهران. هیچ کس تو جاده نیم خیلی حال میده، فقط ما تنها داریم بیرونیم، یه دوتا ماشین علاوه شه. البته جاده انگار برای ما درست کردن فقط. جادهش البته خیلی خوب نیست، خیلی خوب دیگه، حالا هرچه هست اتوبانه یادم راحت میاد دیگه. سرعت مجاز 120 کیلومتره، ما حالا 130 به 140 هم البته رفتیم ها، ولی مثل 130 دوربین گرفت. اونا خب شماره همون چون روسی بود، اما کاریمون ندارن، جو جریمه همون میکنن. پلیس گرفتم اون پلیس گرفتم اونو، بعد دیگه خدمت شما که عرض کنم با سرعت داشته نگفتم، ولی خب ما اصلا خب تو روسی هم تا 10 کیلومتر بالا اگر بری کاریت ندارن، اگر دیگه مثلا حالا بشه 15 تا 20 تا جریمه میشه، معمولا از 20 بیشتر از سرعت مجاز بری جریمت میکنن. شما رو لطف کنید دیگه، حالا چی نمیکنید، گواهینامه گفتیم گواهینامه نداریم، مدارک چی داری گفتم روسی دیگه، کارت ماشین رو اینا بهش دادیم، نه نگاهی کردم، بعد گفت که باشه، گفتم حالا دیگه رعایت میکنیم دیگه، تون نمیریم دیگه، حالا جریمه نشدیم دیگه، کاری نکرد. بعد آخر کار در من گفت میشه ماشین تو شو ببینم، گفتیم بفهمم، من حالا تو ماشین هم دیده باز دوباره سوال چی چیه، چی جوریه، جریان چیه جوری. هر خوب از دمشون گرم، اذیت نکردن. جناب شهر زنجان رو داریم، تصمیم گرفتیم یه ساعت توقف کنیم، یه نهار بخوریم به این تهران. الان ساعت 12:20 دقیقه. آی دانیل، دانیل جان توضیح نمیدی به دوستان کجا داریم میام؟ ما آقا وارد زنجان شدیم، شهرش زنجان هست و میخوام بریم یک نهار بخوریم. البته من نباید خیلی غذا شما نخور، من هم البته خیلی غذا نباید بخورم، چون من غذا بخورم خوابم میگیره. ما آمدیم اینجا غذا بخوریم، میگه فقط غذاش بیرون بره. آمدیم اینجا صندلی گذاشتیم اینجا، به ساعت بند کنیم بشینیم غذا بخوریم. تو زنجان با زنجان اومدین، تو زنجان با زنجان و بچه جان اومدین تو زنجان، تو پارک پارک چه عرض کنن. دانیل چی؟ یه دقیقه واسه به من باشه اینجا نگاه بکن، من آهنگوش میگرم، بذار کات نزن، نگرش داشتم، میگم این لولار میبینی اینجا جلو نگاه بکن، میبینی اینا، اینا به نظر چی کارخونه پشمسازیه، من نمیدونم چی هست، شاید پشم میسازن. نه دیگه، من که پشم خودم میسازم، اینا پشم میسازن برای دیگرون. ها؟ برای من میسازن. برای چی؟ برای من. برای تو پشم میسازن؟ آه. تو پشم برای چی میخوای؟ برای چی میخوای پشم؟ چه کار میکنی پشماره؟ من پشم رو نگاه پشم رو نگاه خب پش برای چی چید میخوای؟ یه دارو نابود کنم پشتی به تو بگیرم. خیر خب باشه، پش برازم نسکیم پش. ما با اجازتون داریم وارد تهران میشیم. من اصلا عادت ندارم به رانندگی تو پایتخت ها، مخصوصا تهران، اصلا ایران خیلی وحشتناک رانندگی، از همه طرفت ماشین داری میلوله، من خیلی هاشم نمیبینم، یه دفعه میبینی یه بغل دستید یه ماشین اومد پیشید. سبقت گرفتن ها هم خیلی جالبه، یعنی سبقت که ازت میگیرن میپیچن جلوت هستن دقیقا، نکه مثلا سبقت بگیری بره 100 متر بره جلوتر بعد خطش عوض کنه، سبقت تا گرفت میپیچه جلوت. خیلی حالا من نمیخوام بگم حالا مثلا من رانندگیم خوبه، ولی من عادت دارم که جای رانندگی کنم که نظم داشته باشه، وقتی که نظم نداره خیلی برام سخت میشه رانندگی. با اجازت اومدیم هتل اوین تهران، یه اتاق اول نشونمون دادن، اتاق من نمیفهمم 100 متر اتاقه، ولی توالتش که میشینی پات میخوره بعد به سنگ چیزش، از این هم کوچیکتر، سنگ توالت اینجا بود. اتاقمون عوض کردیم، حالا من این اتاق دیگه گرفتیم. اتاق حالا یه اتاق چجوریه؟ جوری هست، نگاه جوری، و ارزش هم میتونی بکنی اینجا،
اینجا برنامه ورزش، ورزش جوری اینجا قهوه درست کنی از اینجا بدی به ملت که نشستن اونجا بخورن. بعد خدمتتون که عرض کنم از اینجا تشریف بیارید اینجا، این به اصطلاح حال چیزشه. بعد اینجا بیان، اینجا ای اتاقشه، اتاقشه اینجا هست. بعد حالا چیز جالبی که من نگرفته بودم تا حالا، حالا نگاه اینجا هم همینطوره، نگاه تو رو نگاه بکن. ای اتاق با این مساحت، خب اینجوری باید توالت بذاره. خب من اینجوری اگه بیام اینجا بشینم، اینجوری بیام بشینم، اینجوری باید بشینم. اتاقی که اینقدر مساحت داره، خب من نمیفهمم چرا توالتش اینجوری میذارم. ای برای من خیر، من نمیدونم مهندس آشکی بودن. اینجا دوشه، اینجا جکوزی کار بکنه، این هم سوناشه، این هم سوناشه. ولی ای من نمیدونم این توالت ها رو چرا اینجوری میکنن. این همه مساحت داره، این همه برام خیلی عجیبه. بالکنشه، اینجا بالکنشه، یا بچه نماشه.